بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد صلی الله علیه و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. و ایکاد الذین کفروا لیزلقونک با ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که در هر کجا که هستید موفق و مؤید و پیروز باشید. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های کاوش در خدمت شما هستیم و این جلسه کاوش اولین جلسه است که در استدیوی جدید مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام اجرا میشه، استدیوی باب قبله سید الشهدا علیه السلام. و همین ساختمون که شما عزیزان زحمت کشیدید، هزینه‌اش رو تقبل کردید و پرداخت کردید و به حمد الله برنامه ها منتقل به اینجا شد. امیدوارم ان شاء الله خدا آقا سید الشهدا علیه السلام عنایت بفرمایند و از همه قبول کنند. قبل از آنکه برنامه امشب رو شروع کنیم، طبق روال و رسم سلام خدمت آقا سید الشهدا علیه السلام، بعد در خدمت شما خواهیم بود. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يچند جمله سلام هم خدمت امام حاضر و غریبمون حجت ابن الحسن المهدی عرض بداریم. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ورحمة الله وبركاته. یکی از موضوعات بسیار شنیدنی و جذاب و جالب بحث ازدواج آقامون امیرالمؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیه السلام با جناب خوله حنفیه است، مادر جناب محمد حنفیه. اولا من قبلش یک مقدمی رو عرض کنم تا به اینجا که مربوط هست برسیم. خب میدونید ما مفصل در جلسات قبل خدمت شما مطالب رو عرض کردیم که بعد از شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از آن که ابوبکر خلافت را غصب کرد و علی رغم این که نه دلیلی از قرآن بر خلافتش بود، نه دلیلی از سنت پیغمبر بر خلافتش بود، نه مردم او را خواستند، نه اکثریتی بود، بلکه با چماق و زور و کتک و عرض کنم که تهدید و ارعاب و قتل به سر کار آمد و خلافت را به دست گرفت. وقت بعد از آن که حاکم شد یه سری جنگ هایی رو انجام داد و این جنگ ها رو اسمشو گذاشتن جنگ های رده، یعنی به گروهی تهمت ارتداد زدن، گفتن شما مرتد شدید و برای خودشون قانون کردن که میتونن با هر مرتدی بجنگن و خیلی ها رو به این عنوان به قتل رسوندن. حالا البته برخی واقعا مرتد شده بودن، اما بسیاری از کسانی که شخص ابوبکر تهمت ارتداد به اینها زد،
اینها مسلمان بودند، اینها اهل لا اله الا الله بودند، اینها پیغمبر رو قبول داشتند و تنها اعتراضشون به خلافت و حکومت غاصبانه و جعلی ابابکر بود. یعنی اینها میگفتن آقا ما پیغمبر رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، اما زکات به توی خلیفه جاهل غاصب نمیدیم. لذا ابابکر تهمت ارتداد به اینها زد و اینها رو به قتل رسون. کم هم نبودن، بسیاری بودند و بخشی مهمش رو ما در برخی از این جلسات گذشته بیان کردیم. و خیلی از اینها رو هم به تعبیری زجرکش میکرد، که حالا من امشب میخواستم بحث آتش زدن همین اهل رده توسط ابابکر رو مطرح کنم، اما خب مشکل فنی پیش اومد، مجبور شدم که این بحث رو خدمت شما مطرح کنم که اینا البته با هم مرتبطه. یکی از کسانی که ابابکر، یکی از شیعیان و پیروان اهل بیت و محبین امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که ابابکر به او تهمت ارتداد زد و خونش رو ریخت و 1100-1200 نفر از هم قبیله‌ای‌های ایشون رو هم به همین اتهام گردن زد، عرض کردیم جناب مالک ابن نویر است. مالک ابن نویر جزء صحابی جلیل القدر پیغمبر اکرم است که سرگذشتش رو قبلا مفصل بیان کردیم، مراجعه کنید. قبیله جناب مالک ابن نویر به قبیله بنی حنیف یا بنی حنیفه هم مشهورن، یا بعضی میگن قبیله بنی یربوع، اما یکی از صفاتی که به این قبیله نسبت میدن میگن قبیله بنی حنیف. حالا اون قضیه‌ای که من میخوام امروز عرض کنم نسبت به ازدواج امیرالمؤمنین سلام الله علیه با خوله حنفیه به اینجا برمیگردد که بعد از آنی که ابابکر به ظلم و به جور گردن جناب مالک ابن نویره را زد، به چه اتهام؟ به اتهامی که تو چون من ابابکر رو به خلافت قبول نمی کنی، زکات به من نمی دهی، باید کشته شوی، که مفصل شو عرض کردیم، گردن این صحابه جلیل القدر رو زد، سرش رو به عنوان هیزم زیر دیک قضا گذاشت همون شب و قضا درست کردند و خوردند و همون شب هم با زن جناب مالک ابن نویره این صحابی جلیل القدر زنا کرد، خالد ابن ولید، کار نداریم. بعد زن و بچه های این قبیله را، مرداشون رو که همه رو گردن زدن کشتن، سند آوردیم بیش از 1200 نفر از این قبیله رو کشتن به جرم فقط مخالفت با ابابکر. خب زن و بچه ها رو اسیر آوردن مدینه. حالا جریان از اینجا شروع میشه که داخل این اسیرها کی بوده؟ یکی از بزرگواران به نام خوله حنفیه، که حالا من متن رو امشب از کتاب مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار بخونم. از جهت فنی مقدار چون ساختمون جدید عزیزان منتقل شدن، خب هماهنگ نشد عرض کنم دستگاه ما با دوربین، لذا من امشب سند رو خدمت شما عرض میکنم، نمیتونم پی دی اف رو نشون بدم. ان شاءالله مشکل فنی برطرف شد، شاید بین برنامه برطرف بشه، من حدیث رو از روی بهار الانبار خدمت عزیزان نشون میدم، ولی الان فعلا اجالتا سند رو داشته باشید و جریان رو دقت کنید. مرحوم مجلسی در بهار جلد 29 صفحه 457 به نقل از کتاب الفضائل ابن شازان جریان ازدواج امیرالمؤمنین را با خوله حنفیه که یکی از اسرای قبیله مالک ابن نویره است و خالد ابن ولید اینا رو عنوان اسیر، مسلمانن ها، مسلمانن، مسلمان رو به عنوان اسیر گرفت و آورد مدینه، جریان رو اینجور نقل میکند. ان میمون ابن مصعب المکی قال کنا عند ابی العباس ابن صابور المکی. عرض کنم که راوی میگه که ما نشسته بودیم در دور و بر هم صحبت میکردیم، فاجرینا حدیث و اهل رده، صحبت حدیث عرض کنم اهل رده شد، همینایی که بهشون تهمت ارتداد زدند و اینها رو کشتن، میگه داشتیم در با اینا صحبت میکردیم. فذکرنا خوله الحنفیه و نکاح و امیر المؤمنین علیه السلام لها، میگه داشتیم صحبت میکردیم از عرض کنم که قضیه اهل رد و اینها، صحبت خوله حنفیه شد و اینکه امیرالمومنین چجوری با ایشون ازدواج کردن. بعد ایشون شروع میکنه، یکی از اهل جلسه میگه که اخبرنی عبدالله ابن الخیر الحسنی یا الحسینی قال بلغنی ان الباقر محمد ابن علی علیه السلام قال. خب روایت رو میرسوند به آقا امام باقر علیه السلام که میگه کان جالسن ذات یومن از جا اهو رجلان، میگه وقتی آقا امام باقر علیه السلام نشسته بودن و دو نفر اومدن خدمت امام باقر، چی عرض میکنیم؟ جناب خوله حنفیه، مادر محمد حنفیه، همسر امیرالمؤمنین، بشنوید جریان ازدواج ایشون با امیرالمؤمنین چجوری بوده. ایشون میگه که وقتی امام باقر علیه السلام نشسته بودن، دو نفر اومدن، فقالا یا ابا جعفر،
از امام باقر سوال کردند یا ابا جعفر الست القائل ان امیر المؤمنین علیه السلام لم یرض به امامت من تقدمه؟ میگه از امام باقر سوال کردند که یا ابن رسول الله، آیا شما هم اگر معتقد نیستید که امیر المؤمنین سلام الله علیه راضی به خلافت ابوبکر عمر نبود؟ حضرت فرمودن بلا، چرا؟ ما معتقدیم که امیرالمؤمنین جدمون هیچ رضایتی نسبت به خلافت ابوبکر عمر نداشت. فقال له، این دو نفر دو مرتبه پرسیدن از امام باقر علیه السلام، هذه خوله الحنفیه، جناب خوله حنفیه یکی از اسرای اهل رده بود به قول این شخص، و امیرالمؤمنین علیه السلام هم با این شخص ازدواج کرد و به عنوان مثلا اینجوری که این داره نقل میکنه، اینو به عنوان غنیمت مثلا امیرالمؤمنین گرفتن. خب اگر امیرالمؤمنین جنگ های رد را قبول نداشتن، حکومت ابوبکر را قبول نداشتن، راوی داره اینو سوال میکنه، سائل میگه چرا با این خوله حنفی امیرالمؤمنین ازدواج کردن؟ فقال الباقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام خودشون میتونستن مستقیم جواب بدن، اما میخواستن دنبال کسی باشن که حضور داشته در اون جریان و شاهد ازدواج امیرالمؤمنین بوده. امام باقر فرمودن من فیکم یعتی به جابر ابن عبدالله، کسی هست بره جناب جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابی جلیل العقل جلیل القدر پیغمبر که تا زمان امام باقر هم زنده بود، حضرت فرمودن کسی هست بره جابر رو بیاره؟ و کان محجوبا قد کف بصره، ظاهرا در زمانی بوده که جناب جابر ابن عبدالله انصاری چشمشون از دست داده بودن، نابینا بودن. خلاصه کسی میره ایشونو برمیدار و میارد خدمت آقا امام باقر علیه السلام، میشیند خدمت حضرت امام علیه السلام، حضرت سوال میکنن یا جابر اندی رجلان، دو نفر کنار من نشستن، اینها میگن که اینجور از من سوال کردن، شما که میگید امیرالمؤمنین به خلافت ابوبکر راضی نبوده، چرا با یکی از اسرای جنگ رد ازدواج کرده؟ بعد وقت بعد جابر چنین میگوید، بعد از آنی که این قضیه را حضرت باقر علیه السلام میفرمایند، به خود جابر میفرمایند که انگار او جریان رو بیاد برای اینو بیان کن. فبکا جابر، جابر گریه میکند. ثم قال والله یا مولای، عرضه میدارد به خدا قسم یا ابن رسول الله، من میترسیدم از دنیا برم و کسی از این مسئله از من سوال نکنه، انگار رو دلشم بوده، خیلی مسئله مهمی است، بله من حضور داشتم در جریان عرض کنم که ازدواج امیرالمؤمنین با خوله حنفیه و خوب شد که شما سوال کردید. و وقت چنین میفرماید جابر ابن عبدالله انصاری، میگه والله انی کنت جالسا الی جنب ابی بکر، میگه من در کنار ابوبکر نشسته بودم که اسرای بنی حنیفه را آوردن و در بین اینها یک عرض کنم که کنیز یک دختر نوجوانی بود. فلما دخلت المسجد، وقتی که این دختر نوجوان که اسیرم گرفته شده مسلمانم بوده و ابوبکر اسیر کرده وارد مسجد پیغمبر شد، قالت ایها الناس ما فعل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این دختر اسیر وقتی که وارد مسجد شد گفت وای مردم پیغمبر چه شد؟ قالوا قبضه، گفتن پیغمبر از دنیا رفته به شهادت رسیده است. قالت چنین گفت آیا قبری بنایی چیزی هست که من برم به اصطلاح زیارت پیغمبر؟ قالوا بله، قالوا نعم هذه تربته، اشاره کردن که بله قبر پیغمبر است. این دختر نوجوان که اسیر گرفته شده از قبیله جناب مالک ابن نویره، فنادت اومد کنار قبر پیغمبر و صداشو بلند کرد و قالت السلام علیک یا رسول الله. ببینید به اینا تهمت زدن شما مرتد شدید، عجب. اگر قبیله خالد ابن عرض کنم مالک ابن نویره مرتد بودن و به این جرم مرداشون رو کشتید، زناشون رو اسیر گرفتید، این داره سلام به پیغمبر میکند. بلند صداشو بلند کرد السلام علیک یا رسول الله، سلام بر شما ای پیغمبر، شهادت میدهم که انک تسمع صوتی، من میدانم که شما صدای من رو میشنوید و میتونید جواب من رو بدید. و اننا سبینا من بعدک، یا رسول الله بعد از شما ما را اسیر گرفتن. این دختر نوجوان اسیر تو مسجد پیغمبر مقابل مهاجرین و انصار داره اینجور با پیغمبر صحبت میکند. و نحن نشهد الله اله الا الله، باز داره شهادت، اینا رو حساب دقت داشتن ها، داره شهادت به وحدانیت خدا میده، اینه آی جمع حاضر بدانید قبیله مالک ابن نویره مسلمان بودن که ابوبکر اینها رو به قتل رسوند.
دیگه شروع کرد به شهادت دادن که یا رسول الله ما شهادت میدیم که خدا یکیست و انک محمد رسول الله، شما پیامبرین. ثم جلست. این دختر بعد از آنی که به پیغمبر سلام داد و شهادتین گفت نشست. فوثب الیها رجلان من المهاجرین احدهما طلحه و الاخر از زبیر. بعد از آنی که این دختر نشست، طلحه و زبیر آمدند و طرحا علیها ثوبیهما، حالا عباشون یا لباسشون رو به عنوان مالکیت، خب اسیر بوده دیگه، به عنوان مالکیت انداختن رو سر این خانوم، که این خانوم و این زن ملک ماست. فقالت ما بالکم یا معاشر الاعراب. این خانوم جناب خوله حنفی صداشو بلند کرد که چطور شده های عرب ها زنای خودتون رو بردین تو پستو و تو خونه، بعد عرض کنم که زنان دیگران رو میای این شکلی عرض کنم که تملک میکنید، حد که حرمت میکنید. فقیل لها، اینا بهش گفتن لانکم قلتم لا نصلی ولا نصوم ولا نزکی. برای چی ما شما را اسیر کردیم؟ به خاطری که شماها گفتید که ما نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، زکات نمیدیم. یعنی میخواسته بگه مرتد شدید. در این حالی که جناب خوله حنفیه گفت کی گفته ما مرتد شدیم؟ ما زکات رو به ابوبکر گفتیم نمیدیم، ما این رو خلیفه نمیدانیم. کی گفته ما مسلمان نیستیم؟ کی گفته ما مرتدیم؟ خلاصه بعد از آنی که عرض کنم که این کار رو انجام دادن و این حرف رد و بدل شد، طلحه و زبیر گفتن انا لغالون فی ثمنک، ما پول خوبی بابت تو زن میدیم ها. یعنی بحث معامله مطرح شد. جناب خوله فقالت اقسم تو بالله و به محمد رسول الله انه لا یملکنی و یأخذ رقبتی. قسم خورد به خدا قسم، کسی با من ازدواج نمی کند و مرا مالک نمی شود مگر اینکه به من خبر بدهد که مادرم زمانی که حامله بود چه خوابی دید و بعد از آنی که من را متولد شدم و به دنیا گفت و علامت و نشانی که بین من و مادرم هست چی بوده. این سه تا را اگر گفتید من با اون ازدواج می کنم، وگرنه چاقویی و الا دارم به شکم خودم میزنم و خودکشی میکنم که دست هیچ کدام از شما من نرسه. دقت کنید چی داریم میگیم. خوله حنفیه رو اسیر میگیرن، میارن تو مسجد پیغمبر، طلحه و زبیر روش پارچه میندازن، میگن مال ما. ایشون میگه به شرطی با شما ها ازدواج میکنم، ملک شما میشم، که سه تا خبر بدید. یک، وقتی که مادرم مرا حامله بود چه خوابی را دید، وقتی که من به دنیا آمدم مادرم چه گفت، و یک رازی بین منم من و مادرم هست. بله، اگر این سه تا رو گفتید من اجازه میدم که عرض کنم با من ازدواج کنید، وگرنه خودکشی میکنم. خب بعد فقالوا لها، بهش گفتن که خب خودت بگو چه خوابی دیده مادرت، خودت بگو مثلا قضیه چیست. همینجور صحبت ها بود. فدخل امیر المؤمنین سلام الله علیه فی المسجد، سر صدا به پا بود. هی بعضی ها میگفتن خودت خوابتو نقل کن، خودت این سر رو بیان کن. ایشون هم میگفتش که خیر، اگر میخواین مالک من بشید باید این سه تا سر رو بگید. خب امیر المؤمنین وارد مسجد شدن و قال ما هازر رجف و فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله. چه خبرتونه به تعبیر ما، چه خبر سر صدا میکنه تو مسجد پیغمبر. فقالوا یا امیر المؤمنین، گفتن یا امیر المؤمنین، یک زنی است حنفیه، اجازه نمیدهد که ما باهاش ازدواج کنیم، یعنی مالکیت او رو به عهده بگیریم، و سه تا شرط گفته. یک، خوابی که مادرش زمانی که ایشون حامله بوده دیده رو ما باید بگیم. دو، وقتی که به دنیا آمده مادرش چی گفته. سه، یه رازی بین ایشون و مادرش هست. میگه این سه تا رو بگید و مالک من بشید. بعد دقت کنید. خب فقال امیرالمومنین علیه السلام، حضرت چنین فرمودن ما ادعت باطلا، حرف باطله نمیزنه، خب راست میگه. عرض کنم که اخبروها تملکوها، خبر بدید این سه تا راز رو بهش بگید، خب ازدواج کنید باهاش. گفتن یا ابا الحسن، میدانید که پیغمبر اکرم از دنیا رفته، جبرئیل دیگه نازل نمیشه، اخبار از آسمان قطع شده، ما علم غیب نداریم، ما چه میدونیم که این مادرش وقتی که حامله بوده چه خواب دیده، ما چه میدونیم که وقتی از به دنیا آمده این دختر عرض کنم که چه حرفی بیان شده و بعد چه سری بین این هاست. امیرالمومنین فرمودن که اگر من خبر بدم این سه تا نکته را،
اعتراض ندارید که با این دختر ازدواج کنم؟ به تعبیر ما باز فردا کسی دبه نکنه که نه خیر این نمیدونم اسیر جنگی بوده و سهم شما نبوده و شما تو جنگ نبودی و نه اگر من این سه تا خصوصیتی که این زن گفت را بهش بگویم به شما خبر بدم و بعد باش ازدواج کنم کسی از شما صاحب مخالفت داره؟ گفتن نه قبوله. فقال علیه السلام، بعد حضرت رو کردن به این دختر گفتن یا حنفیه، اگر من خبر بدم آیا اجازه میدهی که مالک تو بشم و با تو ازدواج کنم؟ ببینید بحث ازدواج مطرح است، نه بحث اسارت و عرض کنم که قبول داشتن حکومت ابوبکر. چون اگر بحث این باشد که اینا واقعا اسیر جنگی هن، اصلا نیازی نیست که به اعجاز امیرالمؤمنین سلام الله علیه از غیب خبر بدن و این دختر راضی بشه. این بالاخره اگر واقعا اسیر جنگی بوده سهم یکی از مجاهدین میشده، اما اینی که امام باقر علیه السلام به نقل از جابر بن عبدالله انصاری این نکته رو بیان میکنن، میخوان بگن های دنیا بدانید جنگ های رده را امیرالمؤمنین سلام الله علیه قبول نداشتند و یکی از ادلش این است که امیرالمؤمنین با جناب خوله حنفی ازدواج کردند، نه اینکه ایشون اسیر جنگی باشد. فقال، بعد خب وقت از اون که جناب امیرالمؤمنین علیه السلام به این زن فرمودن که اگر من خبر بدم به تو، تو حاضری با من ازدواج کنی؟ فقالت من انت ایها المجتری دون اصحابه. این دختر که ظاهرا امیرالمؤمنین تو وقت ندیده بود عرضه داشت که آقا شما کی هستید که اینجور پیشنهاد میدید؟ فقال انا علی ابن ابی طالب علیه السلام، من علی ابن ابی طالبم. بعد این خوله حنفی خیلی جالبه، دقت کنید چنین گفت، فقالت لعلک الرجل الذي نصبه لنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی سبیحة یوم الجمعه بغدیر خم علما للناس. نکنه شما همون کسی هستی که در روز صبح روز جمعه در غدیر خم پیغمبر اکرم ایشون رو نصب کرد برای عرض کنم که خلافت و رهبری مردم؟ فقال انا ذاک الرجل. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن بله من همون کسی هم که در روز جمعه در صبح غدیر پیغمبر اکرم من را برای خلافت بر مسلمین نصب کرد. تو پرانتز همه صحابه هم شنیدن، گرچه اینا همشون میدونستن امیرالمؤمنین خلیفه است، دو ماه که بیشتر از غدیر نگذشته بود. یعنی این هم یک اتمام حجت دیگری که این زنی که از قبیله بنی حنیفه است در مرکز حکومت اسلامی هم نبوده، در مدینه هم نبوده، فاصله داشته، این زن خبردار بود از غدیر، ابوبکر و عمر خبردار نبودن. 1 میلیارد مسلمان امروز خبردار نیستن دیگه. حالا وقت امروز ما تمام شده، ادامه قضیه رو انشالله در جلسه آینده عرض میکنیم که حضرت چه بیان کردن و قضیه ازدواج به کجا انجام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.